سلام. خوبی؟ آی مردم بهای جین. وای تو این سن کل روز زیر آفتاب بوده. مگه بعد شد ساله؟ به من خیلی خوش گذشت. به منم. بابام خوبه مامان؟ خوبه دخترم، خوبه. مچشو بستن. قرص قمرم، صورت عین ماهت. بچه چی شده عزیزم؟ آخه یکم رنگش باز شده، آفتاب گرفته. بچه ها شما برین تو، من میرم یه جای زود میام. کجا؟ یه کاری دارم، زود بر میگردم. تو برو تو دخترم، نگران نباش. برو برو دیگه. برید بچه ها، برو برید تو، زود باشو. برید 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 عزیزم. بابی بالشت رو پاره کرده. فالین مگه بیرو تو حیاط نبود پسره؟ چرا بود؟ پس این چیه؟ تو خونه چی کار داره ها؟ یونس من آوردمش واسه اینکه فرار نکنه. چی کار کردی تو یونس؟ ای خدا، تو بابی آوردی تو خونه که فرار نکنه، ولی بابی خونه رو زیر رو کرده. فیفری الان خوب شد پسرم؟ کاریه که شده دیگه عمه. هاچیک برو جارو رو بیار. وایسا اصلا تو بار داری، برو بشین اونجا. آره. برو عزیزم برو. ما جارو میکنیم آبجی، تو استراحت کن. بتال جا برو اون بابی رو ببر تو حیات، فلان اونجا باشه بهتره. برو عزیزم. باشه باشه حتما. نه نمیشه تو خونه سگ نگه داشت که. بچه خیالش راحت نیست، نمیتونه تو حیات نگه داشته. پس باید ردش کنیم بریم بهایالدین، چاره ای نیست. نمیشه تو اتاق ما بمونه؟ نه نمیشه، نمیشه پسره. تو انبار چی؟ یکی بگیره ببره عین آدم بهش برسه. ولی بابام اونو واسه من گرفته. یونس آبجی، بابیو از اینجا میبرن؟ آره دیگه میبرنش، تقصیر خودته، واسه چی نذاشتی بیرون بمونه؟ خب فرار میکرد، الانم میفرستنش بره. به بابا بگیر. بابا چی کار میتونه بکنه؟ شاید تونست یه کاری بکنه. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا اینترنت. میگم با گوشه خودم شنیدم بهاءالدین. بابا مگه میشاخه؟ مگه نمیدونه این مرد با یادگار چی کار کرد؟ آره میدونم، منم اصلا ازش خوشم نمیاد. خب بهاءالدین، اگه یادگار بگه بچه ها مهمترن چی؟ اگه یه گوشه ذهنش بخواد به زندگی دوباره با خلیل فکر کنه چی؟ ببین حسنا، اگه همش زیر سر تو باشه بگیم بیاد. یادگارا؟ آره، به عنوان شوهر خواهرش و خواهرش، به عنوان پدر و مادرش ازش بپرسیم. عزیز دلم، الکی که این حرفا رو نزده. اگه خواسته ای داره ما باید هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. دروغ میگم؟ ای چی بگم والله خدا. چی با؟ خیلی دلم برا تنگ شده بود. منم همینطور. چطور بود؟ خوب بود، بچه ها خیلی خوش گذروندن. دیگه چی؟ دیگه هیچی، یعنی باباشونو دیدن. اونم حتما دو روز میمونه میره دیگه. مطمئنی؟ مطمئنم جیوان. میخواد بمونه چی کار؟ چی شد؟ حسودیت شد؟ معلومه که حسودی میشه. با چی میخواستی غافلگیرم کنی؟ غافلگیر؟ آره گفتی غافلگیر میکنی. بیا بریم. بریم؟ نه کجاست؟ یه دقیقه وایسا. این چی؟ بازم میخوام چشاتو ببندم. برگرد. چی کار داری میکنی؟ حالا برگرد، بیا بریم جیبا. بیا
تا سندیدی؟ چیو؟ رستوران جدیدمونو. رستوران آره. جدید؟ میخواییم رستوران بزنیم اینجا؟ آره. چطوری چیفا؟ اینجوری نبینه چون همه چی عوض میشه. با کی میخوایی رستوران بزنیم؟ خودم من شوهر خواهرم. اگه تو هم بیایی که رستوران خودمون چی؟ شوهر خواهر کلی بدهی داره؟ نداره. چطوری نداره؟ یادگار نپرس باشه نپرس بعدم بهت میگم. الان بگو دیگه چیفا. یادگار باید پول در بیاریم. شوهر خواهرم پول لازمه. خودت گفتی الان بدهی نداره. به اطرافت یه نگاهی بکن. ببین ببین اینجا میز میذاریم اینجوری و دیوارا رو سبز میکنیم یه سبز قشنگ. آشپزخونه اینجا قرار میگیره ولی عین مال خودمون نه. یه آشپزخونه ای که همه توش راحت کار کنن. هم گوشت درست میکنیم هم ماکارونی هم پیتزا. اینجا هم یه فره سنگی تمیز میذاریم. خوبه. یادگار یه طبقه دیگه هم بالا داره. ازدواج که کردیم میریم بالا. من و تو و بچه ها. اینجا میشه خونم ها. این چیه؟ بازش کن. آینه آینه. یادگار اینجا برای ما شانس میاره. شانس همه چی درست میشه. قول میدم بهت. الو یادگار جان چی شد؟ کجا رفتی عزیزم؟ هیچ جواب چیه؟ هیچ جواب. بیرونم. گفتم یکم کار دارم میام. ها کارتو بکن بیا. باشه. کجا؟ خونه. شوهر خواهرت هم اینجاست. میخواد باهات حرف بزنه. چه حرفی آبجی؟ باشه باشه اومدم. باشه الان میام. چه میگه؟ نمیدونم نفهمیدم. شوهر خواهر میخواد با هم حرف بزنه. چی میگه؟ داره میاد بهاءالدین. انگار رو صورتت بمب منفجر شده قرص قمرم. ولی اینجوری هم خیلی خوبه قرص قمرم. تو هر کاری کنی بهت میاد به خدا. من دارم میرم. کسی میخواد دنبالم میاد. کسی دوست داره که دنبالم میاد. من دارم میرم. ای دیگه من طاقت ندارم قرص قمرم. ببین عمرم داره تو این حیات تلف میشه. ببین عمرم تو این حیات رو تلف کردم. خدیجه جان بیلیتا تو جیب من. یا با من بیا یا من خودم میرم قرص قمرم. ای بابا بچه‌ها اشتباه برداشت نکن. نمیخوام بهت فشار بیارم. تصمیم با خودته. من به برابری زن و شوهر احترام میذارم. نه تحت فشار نمیذاری. وگرنه من میرم اینو یه چاره‌ای واسه دردم پیدا میکنم. ای چجوری اون وقت با چی پیدا میکنی ها؟ نمیای دیگه قرص قمرم. من چیکار کنم؟ ببین بهاءجون چی گفت. مامان استام به وقتش دنبال اون باش راه افتاده رفته. خیلی خوب باشه. چی باشه؟ باشه میام دیگه. این؟ آره واقعا میگی؟ ای خدا آی آی بلم کنم بابا برو اون بر ببین این ما اومدیم. ببین این ما اومدیم. باشه بابا نگران نباش. چی شد؟ پاشو بیا. کجا؟ بهت میگه. الو آقا یکتا. من الماسم. به حرفای دیروزمون تو چایخونه فکر کردم. میخوام بیام.
که بیام. حرف زده عارفه؟ نمیدونم، ولی مامانم وقتی میگه توپ دست منه زیاد صبر نمیکنه. ولی معمولا این حرف نتیجه خوبی نداره ها. این بار حل دیگه. اه نفوس بد نزن. باشه نفوس بد نزن. نه 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 نفوس بد نمیزنم. خب چی کار کنم؟ فردا همه میفهمن. فکرشو بکن. میتونیم بعدش راحت ما هم دیگه این ور اون ور بریم. از میتونم یه دل سیر نگاهت کنم؟ این دیوونه ها. من نمیدونم بابام اینقدرشو قبول میکنه یا نماهشو. خاله حسنه گفت حل دیگه، اون منو قبول کرد. آره خب. آره. مرتیکه بیشور، مرتیکه ی آشکار تو آخرش منو قاتل که کنیم. وای های دینرس. از این بر میره از اون بر میاد. بهای دینم ببین، به خدا قسمت دادم کاریش نداشته بود. نوه هامون میفهمن ها. این مرتی که باید از اون خونه بیاد بیرون، باید بیاد بیرون، وگرنه من اون خونه رو با دینامیت منفجر میکنم. حالا ببین منفجر میکنم. خدا نکنه. نه داداش، اون اونجا دووم نمیاره، رفته انشالله. بیا داداش بیا، بیا غذا حاضره، بیا قشنگ غذا تو بخور. آره آره غذامون از دهن نیفته. بریم بریم تو بچه ها رو صدا کن. غذای خوشمزه دینم. برو برو. ما شاهدای عقدشونیم. ما؟ ما دوتا؟ آره. ایلهان خودش خواست. شاید بعدن اونا هم شاهدای عقد ما شدن. نظرت چیه؟ چی شد؟ هیچی. یعنی من فکر کردم آبجی حسنا شاهدمون میشه. آبجی؟ خیلی خوب باشه. هرچی تو بگی. منم با شوهر خواهرم حرف میزنم. ایلهانم که غریبه نیست. ما هم مثل اونا هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. هیچ وقت. فردا میریم. عقدشون عصره. شبم اونجا میمونیم. یادگار. اعتراض نمیخوام. باشه. خیلی خوب. اون چی بود جیوان؟ نمیدونم، فکر کنم از پایین اومد. بریم یه نگاهی بندازیم. بهای دینم، تو فرفری رو ببر پیش خودت، یارنم میره پیش دخترا. جیوان نمیاد حسنا. نه عمه، با یادگار رفته هدیه بگیره. چه هدیه‌ای؟ هدیه عقد بهای الدین. فردا عروسی اوستا ایلهانه. گفت اگه شوهر خواهرم اجازه بده خوب میشه برن. دختر بیچاره از دست خلیلم راحت میشه. آره ولی خدایی جیوانم نمیذاره هیچ کس به یادگار نزدیک بشه. جیلان جان. بله ماما. نمیای دخترم؟ اومدم ماما. بیا بشین جیلان. اومدم.
بهاءالدین عصبانی نشد. عصبانی نشدم عزیزم، گفتم بیا بشین همه. خب میاد دیگه، اعصاب خودتو خورد نکن. چی شده؟ چیزی نشده ماما. چیزی نشده مامان. مامان جون واسهت لقمه درست کردم، بلغورم خیس کردم، ظرفای کثیفم تو ماشین ظرفشویی‌اند، یه لقمه پر پیاز چه خیلی خوبه. دخترم تو دیوانه ای، کم داری این وقت روز تو کوچه اینجوری وایسادی؟ چه میدونم مامان، ما فکر کردیم تو خبر داری. کی؟ مگه خودت تو پارکیابی نگفتی توپ دست منه؟ خب ما هم فکر کردیم قضیه رو به بابا گفتی دیگه. دخترم تو عقلت پاره سنگ برداشته که همچین فکری کردی؟ این همین جوریش هم عصبانیه. من چی کار کنم ماما؟ هنوز میگه چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ خب اگه ما نگیم خاله بهیه بهش میگه. افعی. آره دیگه. اونم میدونه؟ پس بابات هم دونسته بدون دخترم. همین روزا این و آنتپ و کل مملکت میفهمن. ماما. دعا کن به گوش بابات نرسه. اگه برسه اول تو رو از خونه بیرون میکنه، بعدم اون کله پوک و بیچاره میکنه. بیچاره میگه به بابا بگو. دست درد نکنه. آفرین جیلان. عارفه نیست دخترم؟ چرا هست بابا، عارفه اون تو هست. تو آشپز خونه؟ پیش حسنا؟ آره. این همه وقت چی میگرم؟ بابا تو بشین، من میبینم. نه دخترم، خودم میبینم. نه داداش، ما هستیم، تو آروم باش. من آرومم دخترم. نه نه نه، تو اعصابت یکم خورده داداش. خدا استغفرالله. حسنا خیر باشه عزیزم، چی شده؟ هیچی، چیزی نشده بهار. آره چیزی نشده. یه دیگه غذا حاضره. باشه اومدیم. چی گفت چی گفت؟ چی میخواستی بگی آبجی ها چیک؟ عزیزم قربونت برم، آروم باش. کبوتره، لونه درست کرده. آبا آقای نگاش کن، حسابی ما رو ترسون. اینو بگیرش، بگیر بگیر. وای خدای من، یاده کن موازه باش. ببین ببینش چه خوشگله، بیا اینجا ببینم، بیا. یادگار این واسه رستورانمون شانس میاد. تو واقعا الان اینجا رو گرفتی جیوان؟ آره یادگار، اینجا رستورانه دیگه، طبقه بالام خونمون. ولی اینجا که داره خراب میشه. درستش میکنم. چه جوری درستش میکنی؟ من درستش میکنم یادگار، وایسا و ببین، این قصر میشه. قربونت برم. داره درست میشه دوست من، داره درست میشه. تو ناراحت نشو، کم کم عادت میکنه. یادگار اصلا هیچی رو زود قبول نمیکنه. ولی یه مادر چیزی که بچه هاش خیلی دوست دارن و ازشون میگیره نمیگیره که. نه بابا، از کجا میخواد بفهمه؟ نه فکر میکنه پشیمون شدم برگشتم. آره اصلا اگه اینجوری نبود. نه نه اینجان، همه برگا اینجان. یه دقیقه وایس رو ببینم. وایس رو ببینم. صف کن. صف کن نیستم. وای. یه لحظه صف کن. یه لحظه. نیستم. مدارک نیستم. یعنی چی کدوم مدارک؟ همونایی که تو فرستادی، همونایی که توشون همه چی نوشته بودن نیستن.
نه، یکی برشون داشته. نگاه کن بابا بزرگ بهایتین، توفان زرد موشک درست کردی؟ آره. روشو نقاشی هم کرده. فرفری به بابا بزرگت نشون بده. بده ببینم. بازم از دفتر من کندی شونه ساره؟ نه نکندم. آره دیگه، ای خدا فرفری، مامانت واسه دفتر خریده دیگه. از دفتر اون نکندم. پس از کجا کندی؟ از دفتر بابا. احمد یارن موفرفری، با اجازه اون کارو کردی؟ به بابات خبر دادی پسرم؟ شاید چیز مهمیه. ای بابا چه مهمی، کاغذ دیگه. من بدبخ شدم. چه میدونم دست کیه؟ نمیدونم دست کیه. نه بابا، فقط بچه ها اومدن خونه. یارن اومد، یونس اومد، با بابی بازی کردن. بابی کاغذ نمیخوره، واسه چی باید کاغذ بخوره؟ نه بیچاره شدیم دوست من. خدا نکنه اگه دست یکی از اونا بیفته. وای اگه دست یادگار بیفته، بدبخت شدیم. همه چی رو توش نوشته، اینکه واسه چی اومدیم استانبول، همه چی نوشته شده. بهایدین تو هم گیر دادی عزیزم. آبجی من هم میخواستم با هاتون حرف بزنم. ببین هاچی کم حرف داره با هات. داداش بهایدین. بله دخترم چیه؟ خب بگو. یادته در مورد عروسیمون حرف زده بودیم؟ تو هم گفتی که خوبه، اشکالی نداره. خب چی شده؟ هیچی دیگه داداش. مامان ما اومدیم. خوش اومدین. ممنونم آبجی. کجا موندین پسرم؟ فردا عقد ایلهان امام رفتیم هدیه بخریم. یادگار جان یکم حالت اومده سر جاش دختر. میخوای بری مامان؟ نمیدونم پسرم، حالا با هم حرف میزنیم. مامان میشه فردا بریم پیش بابا بخوابیم؟ بابا منتظرمونه. اون تازه اومده یارن جان، یکم صبر کن دخترم. ولی تو هم داری میری. گفتم با هم حرف میزنیم یاره. مامان همش میگی حرف میزنیم ولی هیچ وقت حرف نمیزنیم. یاره یادگار جان تو صبر کن دخترم. نه آبجی این چند وقت خیلی لجباز شده. من میرم تو این رو جاش. یاره یادگار جان. بله آبجی. دخترم بهش گیر نده باباش دیگه، اینم دختر دلش براش تنگ شده. باشه آبجی، جایی نمیره که، همینجا خونه گرفته، بعدن میرن میمونن. واسه چی اون خونه رو گرفت؟ نمیدونم. این آدم الکی زن و زندگیشو تو آنتب بل نمی کنه یادگار. منم نمیدونم آبجی، جدا شده، حرف بچه‌رم نمیزنه. نمیدونم چی شده، چرا اومدی اینجا؟ نکنه من؟ نه آبجی نمیشه. مگه میشه؟ آره نمیشه، ولی نه
حتما دلش واسه بچه‌هاش تنگ شده. آره، حالا صبر کن میفهمیم. تو برو عزیزم، برو پیش دخترت، برو. آه، علو ماهه. خوشخنده من، چی شد؟ چی گفتش؟ خوب نشد، خیلی هم بد نشد، طبیعیه دیگه، یکم تعجب کرد. تعجب کرد نه؟ معلومه که تعجب میکنه دیگه، مگه غیر از خرابکاری از من چی دیده؟ ماهر خیلی خوب، چی گفت؟ چی میخواستی بگه؟ یعنی با اوسا حرف میزنه یا نه؟ الان نه، به همین شودی که نمیگه، بالاخره خودشم بعد یکم عادت کنه. باشه باشه خوشخنده من، نه مشکل نداره، چیکار کنیم؟ منتظر میمونی دیگه. باش. ماهر. چش ماهر، ناراحت نشدی که؟ خاله حسناست، اون حتی مامانت هم گذاشت رو سرش. ببین کاملا راست میگی داداش، حق با توی، ولی امروز باید تو کوچه میدیدیش، خیلی هم خوب واکنش نشون نداد. باشه داداش، طبیعیه دیگه، شوکه شده، درست میشه. بی خیال دیگه، بی خیال. اگه بگه نه چی؟ نمیگه داداش، واسه چی بگه؟ بعدش هم مگه تو عارفه رو نمیشناسی ها؟ اون دختر سرسختیه. درست میگی داداش، ولی سرسخت بودنم تا یه جایی جواب میده، بعد از اون نمیشه. اسم خانواده رو جلوش میاره، میخواد خفت کنه. یعنی در این حد. خب فردا میرین دخترم، بذارین باباتون جا بیفته، تختشو درست کنه. تو چی؟ من یه روزه بر میگردم، واسه یه عقد میرم دیگه. پسرم بیا ببینم، بیا. موشکو از کجا آوردی؟ خودم درست کردم. از بابا دزدیده. نه دزدیدم. بده ببینم چه رنگای قشنگی داره. اینجوری باز میشه. اینجوری میکنی. آها خیلی قشنگه. بیا بگیرش. عزیزم قربونت برم. بیا عزیزم بغلم، قربونتون برم من. آبچی قشنگم. الو. صبح خیر، خوشخنده من. صبح خیر، چی شده؟ هیچی، منم زود اومدم، دارم رستوران رو باز میکنم، داداش علی هم دستش درد نکنه اومده و میخوام زودتر کارا رو شروع کنم، خودم رو تو دل اوستا جا کنم دیگه. عارفه من یکم فکر کردم، دیدم کاملا حق با مامانته، نمیخوام بی‌انصافی کنم، خب اونم حق داره. ببین حتی داداش بتالم هر روز با یه دسته گل میاد خونتون تا خودی نشون بده، اون وقت من چی کار میکنم؟ هیچی، منم باید بالاخره خودم رو نشون بدم دیگه. فکر کردم، تصمیمم هم گرفتم، میخوام حلش کنم. چجوری؟ گوش کن الان بهت میگم. امروز مامانت هر چی لازم داشت برای من پیامک میکنی، فهمیدی؟ یعنی هر چی که خواست و لازم داشت و باید به من بگی. چی میگی آبچی؟ نمیدونم جیلان، لیست خرید میخوای تو؟ آره. برو لیست خرید و از آبجی ها چک بگیر. جیلان علی پیششه. مایر یه دقیقه گوشی بده من. داداش بحث عوض نکن، میخوام یه صبح بخیر بگم پسر.
میگی دیگه داداش، میگی بعدم میگی. آها تو برو یه کاغذ خودکار بیار داداش، دست در نکنه. جهیلان علی بعدن خودش بهت زنگ میزنه، تو برو لیست خریدو بیار بعدن حرف میزنید. باشه خب عارفه جون، بعدش من میام خونتون. اومدم خونتون وانمود میکنم که هر چی که شما لازم داشتید و حس کردم بعد برداشتم آوردم. باشه خب حالا گوش کن، بعدش تو خودتو تو اتاق زیر شیروانی حبس میکنی. نه بابا، ای بابا تو رو خدا از این چیزا نباشه دیگه، زیر شیروانی خودم رو حبس نمیکنم. باشه باشه، من اینایی که تو دستم رو ول میکنم میدوام میام تو رو از اونجا نجات میدم. اون وقت اینجوری چی میشه؟ هم یه مرد مسئولیت پذیر میشم که خریدای خونه رو پشت گوش نمیندازه، هم یه دوماد قهرمان دو آتیشه که در هر شرایطی بدو بدو میره عارفه رو از مهلکه نجات میده. چطوره؟ عارفه لیست خرید خواسته بودی، گوجمون تموم شده، 4 کیلو گوجه میخواد. یه دقیقه صبر کنم جاچک. عزیزم تو از من لیست خرید خواستی یا نخواستی؟ ماهر اتارم میگم مینویسی؟ آره آره مینویسم، بگو. گوجه؟ آه له شده نباشه. باشه میدونم، خوشخنده من، ما خودمون رستوران داریم. خب دو تا جبه چای داری مینویسی دیگه نه؟ آره مینویسم داداش. بنویسم بنویس. خب یه جبه پیازچه، ماشالله یه جبه پیازچه تازه. باشه خیلی خب، من این لیست رو میخرم میام. خیلی خوب باشه، منتظری. دوست دارم. منم همینطور. الان به هم گفت دوست دارم. نه بابا آفرین، همینطوری دوست داشتن خشک و خالی هم که نمیشه. ببینم میتونه 4 کیلو گوجه خوب بخره بیاره یا نه. مامانه داره له له میزنه. فقط اون نیست که، قضیه زیر شیروانی هم هست. اون دیگه چیه؟ حالا میگم برات. میخواد خودشو به مامانم ثابت کنه. انشالله انشالله. تو میخوای چی کار کنی؟ تو گفتی؟ تو اومدم حرف بزنم یادگار اومد تو، پشت سرشم دایی اومد. قسمت بشه امروز حرف میزنم انشالله. مطمئنی؟ مطمئن. تصمیم آخر پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتیمنت. اوه آبجی جون خیلی خوب، بس دیگه عشقمو در نیارید، بسه. برو کنار. علی جون باید میزا رو بیاره بیرون، صندلیا رو بچینی، آشپزخونه رو آماده کنی، چیزی کم و کس نباشه. قربونت کنم کبابم بزن دیگه داداش. باشه من کار دارم دیگه داداش، میخوام برم خرید. همه کارا رو که من میکنم ماهی، صبح اول صبحم که ما رو کشوندی اینجا. خب همه کارا رو که خودم نمیتونم بکنم داداش، باید با هم همکاری کنیم دیگه عزیزم. خیلی خوب باشه، ولی بیا کبابو با هم بزنیم. باشه نمیتونم داداش، باید تا قبل از اینکه استاد بیاد برم و بیام. باشه خدافظ ماهی. آهای ای خدا، دنباله چی میگردی ماما؟ پسرم یه گردن بند گردنم بود، روشم یه چیزی شبیه انگشتر بود، دیشب گردنم بود. چه گردن بندی؟ گردن بند دیگه دخترم، ولش کن حالا، تو ندیدیش؟ از خاله حسنا بپرسین؟ نه نمیتونم بپرسم. چرا؟ نمیتونم بپرسم دیگه. خب مامان چه شکلی بود؟ خیلی خوب اصلا ولش کنین، انگشتر نداریم، فراموشش کردیم رفت. بریم بریم دیگه، دیر شد، را بیفتیم. زود باش. صبح بخیر. صبح بخیر داداش جیوان. چه خبر خوشتی شاهزاده خانم. ممنونم داداش جیوان. دنبال چیزی میگردی؟ نه انگشترشو گم کرده. پسرم بچه هست دیگه، خیال بافی میکنه. بیاییم بریم بچه. کل شب داشت نگهبانی میداد بهایدین، فکر کنم خوابش برده مونده اونجا. وسط این همه گرفتاری خلیلم اضافه شد. پسرم گفتم که انگشتر نداریم، تو هم دهن به دقیقه میگی مامانم انگشترشو گم کرده. ای بابا یکم دیگه میموندیم داستان زندگیت هم میگفتی. خودت گفتی انگشترمو گم کردم. خیلی خوب مامان، مگه این انگشتر چی داره؟ برو دخترم برو.
صبح بخیر. صبح بخیر دخترم. بیا بشین یادگار جان. نه آبجی، ما دیرمون شده، باید بریم. بشینید صبونتون رو بخورید. من تو راه یه چیزی واسه بچه‌ها میگیرم. آخه چرا ماما؟ خیر باشه دخترم. دیرمون شده، شوهر خواهر باید بریم. من برسونم. نه نه آجی، لازم نیست. بذار برسونتتون دیگه. نه شوهر خواهر، خودمون میریم. راه بیافتیم بچه‌ها. یارن، بیا ببینم. بیایید یه دونه لقمه ببرید. بیا فرفری، بیا بیا نون مربایی بخور. موفق باشی یارن جان. ممنون آبجی چیلا. فرفری. ها یارن جان. اینم بگیر مامانش. بیایید دیگه، بیایید. بکنم از خلیل فرار میکنه. منم بودم فرار میکردم. آره منم. نمیشه پیش بامامون بمونیم مامان. بس دیگه یارن، باز شروع نکنین، بریم. آقا قاسم، صبح بخیر. صبح بخیر الماس خانم. سوده دخترم، چطوری؟ آقا قاسم، شما بفرمایید. نه، خواهش میکنم شما بفرمایید. من میخواستم به خاطر اتفاقاتی که افتاد معذرت خواهی کنم. ما 30 سال بود از ملوان بیخبر بودیم. قسمت بود دیگه، دقیقا همون روز پاشد اومد. خب، چی شد؟ خب هنوز چیزی نشده، راستش میخواییم صحبت کنیم، ببینیم چی شده چی نشده. حرف بزنید الماس خانم، حرف بزنید و طبق اون تصمیم بگیرید. بالاخره این مسائل خیلی مهمه. آدم باید بدونه به کی اعتماد کنه، باید بدونه که ناامید نشه. درست نمیگم؟ سوده بریم دخترم، روز خوش الماس خانم. چی شده الماس؟ چیزی نشده ساله. صبح بخیر آبجی اسنا. صبح بخیر آبجی. میخواستم صبح زود بیام بچه ها رو بردارم ببرم مدرسه. نه اونا رفتن. رفتن؟ پس خواب موندم. اون وقت چه میان؟ هر وقت تعطیل شن، غروب. ای بابا، پس میتونم یه سر برم اتاقشون آبجی؟ چند ماه گذشته، آدم دلش واسه بچه‌هاش تنگ میشه. اصلا چی شده؟ هیچی، بهای دینم. والا حرف بچه‌ها و دلتنگی‌هاشون بود داداش. بچه‌ها خونه نیستن، هر وقت اومدن خبرش میکنن. ممنون داداش، روز خوش. این بازم یه نقشه ای داره. خدا من خب دیگه پسرم، این موشک تو بده من شب تو خونه میدمه. نمیشه. بده دیگه یکم من باش بازی کنم. از خونه بابا برداشتم. این چیه؟ برگه مهمی نباشه. بده مامان. باشه دست خودت بمونه، ولی تو کلاس نباید باش بازی کنی. یا باشه یونس؟ باشه. باشه، قول میدی؟ قول. آفرین عزیزم، بریم دیگه. بیا. الو دوست من، دوست من، اون برگه ها پیش بچه هاست، یا دست یارانه یا دست یونس. من نمیتونم برم خونه شون، باید بچه ها رو بیارم خونه خودم که واسه اونم یادگار راضی نمیشه. یعنی اگه نتونم اون برگه رو بگیرم بدبخت شدم، بدبخت شدم دوست من، بدبخت شدم. همه یه نقشه هم نقشه براب میشه. آره. ببین اون بچه ها باید بیان خونم تا بتونم اون برگه‌ها رو ازشون بگیرم. چاره دیگه هم ندارم. فعلا فعلا دوست من، فعلا خداحافظ. آقا قاسم راست میگه الماس،
الان واسه دیدن ملامون باید یه چیزی جور کنی به بهاءالدین بگی، یه چیز دیگه هم به حسنا بگی. تازه معلومم نیست چی میخوای بشنوی. یکتا میگه میخوام بگم واسه چی اومدم ساله. از کجا میدونی راستشو میگه؟ ما 30 سال فکر میکنیم اون مرده، ولی آقا قاسم 30 سال سرحال و قبراق جلوی چشمامونه. حواست باشه وقتی میدی دنبال بهترش، همینم که داری از دستت نره صالحه. بازم خود دانی. داره میاد، داره میاد. اومده ما چی اومده همه ها. خب چه خبر؟ چی شد؟ چی گفت؟ خونه رو برای 2 ماه گرفته آب چلی؟ آره. چرا؟ والا صابخونه هم نمیدونه، گفته 2 ماه اینجا کار دارم بعدش برمیگردم آنتب. 2 ماه؟ چی کار داره؟ گفتم نمیدونم دیگه امی. بهاءالدین راست میگفت، یه کاسه زیر نیم کاسشه. نکنه واسه مغازه اومده حسنا؟ سمت رستوران هم نرفته امه، فکرشم همش پیش ماست. آبجی معلومم نمیکنه. اینم حرفی. به نظر من که یادگار رو میخواد. امه اگه اونو بخواد مگه میشه تو 2 ماه؟ مگه میشه حسنا؟ پس چی؟ دختر داره میاد اینجا، برو اون ور. ای وای. صبح خیر خاله حسنا. روز خوش ماهر. خیر باشه ماهر. واسه رستوران رفته بودم خرید ام الماس، گفتم شاید خونه هم چیزی لازم باشه دیگه. نه پسرم چیزی لازم نداریم. آبجی چایمون تموم شده بود. چای؟ الان میارم. 2 بسته گرفته بودم. بفرمایید. حسنا گوجه هم نداشتی؟ نه بابا. گوجه؟ آره؟ 4 کیلو کافیه خاله حسنا؟ الان میارم. بفرمایید. پیازچه تازه؟ پیازچه تازه؟ با جعبش گرفتم خاله حسنا، با جعبه. وای خدا باشون چقدر قشنگه. آفرین پسرم. ماهر پسرم تو از کجا فهمیدی ما چی لازم داری؟ اما الماس من حواسم همیشه به شما هست، هر چی لازم داشته باشیم فقط کافیه یه زنگ بزنید. بده من نگهشون دارم. نه آبجی هاچیک مگه میشه؟ ولکن تو رو خدا، خودم میبرم دیگه. آبجی برو اومد. من نمیتونم تو فضای بسته بمونم جنا. نجاتت میده دیگه. باشه ولی اگه واقعا در بسته بمونه چی؟ اگه گیر کنه چی؟ گیر نمیکنه آبجی. الان تو میری در و پشت سرت میبندی و بعدش داد میزنی نجاتم بدین. یهو این ماهر میاد و 2 تا تنه به در میزنه. تو هم تو اون سر و صدا خودت در رو باز میکنی. به همین راحتی تموم شد. ای بابا. برو دیگه. جیلان جون آخه. چیزی نمیشه آبجی. نجاتت میده. اینم خدمت شما. خب چیز دیگه ای لازم نداری خاله حسنا؟ نه پسرم تو از کارت نمون، ممنون. باشه. به استاد سلام برسون. چشم. باشه میرسونم. خب دیگه. باشه روز خوش. روز خوش. برو تو دیگه آبجی. باشه جیلان میرم، ولی من ترس از فضای بسته دارم خواهر جون. باور کن 2 دقیقه بیشتر نمیشه. ببین صداش داره از پایین میاد. الان میره. برو تو. برو دیگه. میگم خاله حسنا ماشاءالله گلای حیاتتون چقدر قشنگ شدن. آره. هر چی لازم داشتید کافیه به من زنگ بزنید. باشه خاله حسنا. پسرم در رو شکستی، فهمیدم. خدای بزرگی تو شکر. برو دیگه روز خوش. کسی
مامان مامان عارفه چی شده؟ بکنم درگیر کرده مونده تو اتاق زیر شیروانی بجی؟ بودو ها چی؟ سب کن خاله استاد من بازش میکنم چیزی نیست تو هنوز نرفتی پسرم؟ نه الان در باز میکنم دیگه چی رو میخوای باز کنی؟ بودو ها چی؟ باز میکنه دیگه مامان آره آبجی آره دستش قدیه آره آره بالای دیگه نه؟ مهم نیست بالا شدم الان باز میکنم اینه قول آره والا مثل قوله مامان هیچ کس اونجا نیست؟ در باز نمیشه من اینجا گیر کردم عارفه 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 من اومدم ماهرم اومدم خوبی عارفه در باز نمیشه مامان باشه عارفه تو هم با این حال دویدی آخه دختر من نمیتونه تو فضای بسته بمونه هیچ وقت زیر شیروانی هم نمیره تو اصلا نگران نباش خاله حسنا باشه تو نگران نباش عارفه از پشت در برو اونور دارم میام صبر کن پسرم بدون ضربه باز نمیشه که شما برو اونور مامان جان آره آبجی تو بارداری برو بشین برو وایسا دخترم عارفه خوبی دخترم نمیتونم نفس بکشم ای خدا یک آروم نه ترس خاله حسنا نه ترس طاقت بیار آبجی عارفه نفس عمیق بکش حرفای دکتر رو فراموش نکن دخترم نفس بکش دم بازدم نمیتونه بمونه نفسش میگیره ای خدا تو هم یه در کوچیکو نمیتونی باز کن یا ماهر این گیر کرده الان باز میکنم یه لحظه یه دقیقه برید عقب اینجوری نمیتونم برید عقب برید اون طرف تر یه ذره برید اون ور تر لطفاً این بار میخوام محکم بکوبم عارفه دارم میام حاضری دیگه نه؟ حاضری؟ دارم میام سه عارفه وای عارفه وای دخترم عارفه خوبی دخترم؟ آی عزیزم آی خوبی؟ یه لحظه نتونستم نفس بکشم خدا رو شکر عزیزم خدا رو شکر ممنون ماهر خدا رو شکر که اینجا بودی نه بابا کاری نکردم که آره راست میگه اگه نبود که من اینجا گیر میکردم آره با ضربه آره، سوم بازش گفتم که تو ضربه سوم بازش میکنم خاله حسنا نگفتم آره گفتی چی شد چرا این درگیر کرد مشکلی نداشت که من همین امروز صبح اومدم اینجا نمیدونم والا خاله گیر کرده دیگه چه شده پسرم ببین باز نمیشه دیگه مامان جون منم نتونستم باز کنم وایسا آره لخ شد میگم خاله حسنا الان اون قفل و دستگیری باید عوض بشن من یه دوستی دارم به اون میگیم که بیاد یه نگاهی بهش بندازه اگه بخواین البته وگرنه بذار خودمون یه نگاهی بکنیم ببینیم چی شده چرا گیر کرده مامان به وایسا آبجی یه دقیقه دختر یه دقیقه وایسا خاله حسنا میگم حالا زیاد بهش فشار نیار فشار نیاریم آخه این واسه چی اینجوری شد چی کار میکنی ماما بله آبجی مامان چی کار کردی؟ مامان این در رو باز کن بسرم چجوری بازش کنم خاله حسنا یعنی دستگیره رو شکوندی رفت خب الان مگه نگفتی من قدرت مردونه دارم قویم چی شد؟ تو واسه چی در رو دوباره بستی مامان؟ این در سالم بود خب بهش دست نمیزدی دیگه به حال بده تو فضای بسته نگاه نمی کنم صبر کن مامان تو هم ساکت شو آبجی عمه دختر هوا رو هدر ندی یه ذره هوا مدونم با عمه گفتن هدر دادی عارفه جیوان تو هم حواست باشه اگه این مردی که به یادگار آسیبی بزنه نمیزنه شوهر خواهد حواست باشه پسرم این دخترم دختر ماست دستمون امانته بچه‌هاش هم همینطور نمیخوام طوریشون بشه نگران نباش رستوران رو چیکار کردی؟ گرفتم شوهر خواهر اگه امروز وقت داری بریم ببینیم ما دنبال پولیمون وقت تو میگی رستوران بگیریم ما این خونه رو چجوری بگیریم شوهر خواهر؟ نمیتونم خونه رو بگیرم تو کاری کردی دختر صاحب اونجا از کار بیکار بشه شوهر خواهر ما چاره دیگه جز گرفتن این رستوران نداریم من بهت که قولی دادم این خونه رو میگیرم اونم با رستوران حالا میبینی خدا الو بهایدین هم چطوری عزیزم خوبم حسنا تو صدات عجیب میاد
نه خدا رو شکر همه چی سر جاشه. ما هم تو اتاق زیرشیروانی گیر کردیم. گفتی کیا؟ بهاءالدین، من، جیلان، عارفه، هاچیک، ماهر، اینا دیگه. بابا بیا نجاتمون بده، داریم خفه میشیم. یعنی چی داریم خفه میشیم؟ شما اون همه آدم تو اتاق زیر شیروانی چی کار دارید آقا؟ تو بارداری حسنا، تو با اون گلده پوک تو اتاق زیر شیروانی چی کار میکنی؟ خیلی خواب تکون نخوره درم میاد باشه. بهاءالدین اصلا جا نداریم تکون بخوریم. باشه باشه درم میاد. خیر باشه شوهر خواهر. مغه دیگه، یه نخود مغز تو کلمش نیست. کی شوهر خواهر؟ گلده پوک رستوران رو به هم زد، کافی نبود الان هم رفته خونه رو به هم زده. فوزوله. من میرم، زود برمیگردم. استاد باشه شوهر. علی تو برو کلید ساز بیار، من دم در منتظرم. ای خدا، ماهر تو خونه حسنا اینا چی کار داشته؟ نمیدونم آبجی. این یه کاسه زیر نیم کاسش هست، انشالله که خیره. تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سور. برو کنار. توی شبم ستاره نیست، اون دیاره چاره نیست. اگر که هیچ کس نیومد سری به تنهایی. سرم داری هوا رو تموم میکنی، یکم کمتر مصرفش کن. ساکت. دارن میان ماما. دارن میان دخترم، دارن میان. خدا رو شکر آبجی، خدا رو شکر. اوستا داره میاد نه؟ کاش به دوست کلیدساز من زنگ میزدیم. چون نزدیکتره میگم. به تو چه که میری خرید خونه ما رو میکنی؟ کلی کار تو رستوران داریم، اینا تو اتاق زیر شیروانی هست. اون کیه؟ داداش بتاله. وایس هم اوستا. ریزه امده پایین با آجون. روز خوش بابا با آجون. بیا بسرم بیا. آجا فقط تو کم بودی، تو هم بیا. سوار شو داداش، سوار شو، قربونت برم، سوار شو. سر به لیستم نکنید. چیبان چی کار میکنی؟ آبجی بهیه میبینه. خب ببینه مگه چی میشه؟ نمیشه. یادگار ایلهان زنگ زد میگه یکم زودتر بیایید. جیبان چیز میخوام یه چیزی بگم. الان که حرف عروسی رو زدیم، من میخوام لباسی که نامزدی جیلان پوشیدم و بپوشم. خب بریم یه چیزی بگیریم. نه نه منظورم اون نیست، یعنی اون خوبه دیگه. ها یادگار ببین موها تو یکم جمع کن، گردن بند تو بنداز، همین کافیه. تو همه جوره خوشگلی. جیوان. بله آبجی. از اهالی خونه خبری نشد؟ نه آبجی بهیه، ولی شوهر خواهر حلش میکنه، نگران نباش، همه چی تحت کنترله. شوهر خواهرت قضیه خونه رو حل میکنه، کنترل میکنه. زهی خیال باطل. الو بفرمایی. بفرمایی خودمم. چی؟ الان چطوره؟ حالش خوبه؟ باشه باشه خیلی خوب، الان میام. باشه. چی شده یادگار؟ از مدرسه یارن زنگ زدن جیوان، یارن مریض شده. چشه؟ نمیدونم، گفته دلم درد میکنه. بیا بریم بیا. نمیخواد بیای، علیم که اینجا نیست. تو بمون، من زود بر میگردم. تو خونه به این بزرگی این همه آدم تو اتاق زیر شیروانی گیر کردن. باز میشه داداش؟ باز میشه، کم مونده. کاش میدادی من نگاه کنم، من تو این کارا واردم. توی این کلی گفت یا کنار ببینم. سرم نه عزیزم، نه تو دخالت نکن.
آقای کلیدساز یکم عجله کن، دخترمون مشکل داره، نمیتونه زیاد تو فضای بسته بمونه. اگه نمیتونه تو فضای بسته بمونه پس واسه چی میره تو؟ عمه جون تا کار دستمون نداده. آروم باش دیگه داداش بتال. عارفه نمیتونه نفس بکشه بهایدی. معلومه که نمیتونه، معلومه منم بین اون همه آدم باشم نمیتونم نفس بکشم. ارتش چین اون توه؟ باز میشه یا نه؟ نه کم مونده، کم مونده انشالله. خوبی عارفه؟ میگم که خاله حسنا میخوای تو برو کنار، من یکم زور بزنم شاید باز شد. پسرم به خاطر همین کارای تو اینجا گیر افتادیم. ها صبر کن استاد، دم دره. در باز شده بود دیگه، یعنی اگه میذاشتی عارفه بره بیرون در باز شده بود، ولی خب نذاشتی دیگه. تو حرف نزن کله گنده، حرف نزن پسرم. کله پوک مامان. ای ممنون عارفه. خیلی خوب آبجی، تو خوبی؟ آره، ولی اگه از سر نفس تنگی اینجا زایمان کنم گناهش گردن اینه. مامان خدا نکنه آبجی. تو اصلا حرف نزن عارفه، اصلا حرف نزن. بابا چقدر مونده؟ چه میدونم، داره باز میشه بابا دیگه، داره باز میشه. اکسیژن داره تموم میشه بهای دین. خدا بشه بهای دین. تو خوبی عزیزم؟ خدا رو شد عارفه؟ بابا جو قلبمون اومد تو دهنمون. خدیجه جان عزیزم جیلان تو خوبی؟ شما اینجا چه کار میکنید حسنا؟ این همه آدم چرا همگی اومدید این تو آخه؟ اتفاق بود دیگه بهای دینم، کسی تقصیری نداره. آره خب کاریه که شده دیگه بهای دین، بیا بلا بدو. آره ماهر تو هم از این به بعد سر تو کار خودت باشه، بذار ما خودمون کار خودمونو بکنی. باشه عمه صالحه، من میخواستم یه کمکی بکنم همین. ماهر دخالت نکن پسر، دخالت نکن. تو مغازه کار میکنی، تو به کارت برس ماهر، فهمیدی؟ جیلان تو هم آماده شو که بریم رستوران. وای خفش ای خدا خودت کمکش کن. ای آروم هوا تو عزیزم. وای بیا دیدی چی شد؟ برو خدیجه، برو هوا بخور عزیزم، برو. خدا که من شانس ندارم. یادگار خلیل اینجا چی کار میکنی؟ منتظر دخترمم. چی شده؟ خیر باشه؟ هیچی، یکم مریض شده. یعنی چی؟ چش شده؟ چیزیش نیست، زنگ زدم الان میرم ببینم چه خبر شده. منم تو وایسا همینجا. ای بابا یارن بچه منم، هر چی داری میگی تو. مبارک باشه. ممنونم. خیلی وقت بود خالی بود، وضعش خیلی خوب نیست ولی خوب میشه. ما فکر کردیم دیگه هیچ کس اجارش نمی کنه. طولانی مدت اجارش کردی. آره تو از کجا میدونی؟ اینجا میشینیم. بابت تصادف اون روز معذرت میخوام، تو بونگا نتونستم چیزی بگم. کارت چی شد؟ هیچی، فعلا بیکارم. بعدیش اینجاست که بابام داره میاد. کجا؟ استانبول. باش حرف زدی؟ در مورد خونه؟ آره. نه این اواخر سعی میکنم باش حرف نزنم. واسه چی؟ اگه حرف بزنم باید قضیه یه کارم هم بگم. اون وقت اونم میگه بیا آنتالیا. چرا؟ همین جوری دیگه، از وقتی دانشگاهم تموم شده هی میگه برگرد آنتالیا دخترم، اینجا کار و زندگی داریم، تو استانبول چی کار داری؟ تو هم نمیخوای بری؟ استانبولو دوست دارم، هرچند تا وقتی رو پای خودم وایستادم مشکلی نیست، اما هرچند وقت یه بار میاد بهم سر میزنه، اگه مشکلی ببینه میبرتم آنتالیا. میخوای چی کار کنی؟ الان؟ یعنی کارتو میگم. یارن؟ دخترم؟ دخترم خوبی عزیزم؟ بهترم بابا. خدا رو شکر، خدا رو شکر. عزیزم چی شد دخترم؟ اینجا درد میکنه دخترم؟ اینجا؟ عجب. آی دختر قشنگم، عزیز دل باباش، میگذاره دخترم، میگذاره، بابات پیشته.
صبح یکم دلش درد میکرد ولی اهمیتی ندادیم. یکی دو ساعت بعد دردش دخترم چی شده؟ چیزیش نبود که. دکتر مدرسه‌م همینو گفت. جای نگرانی نیست. من با والدینت حرف میزنم. چشم آقای معلم. بفرمایی. دخترم ببین چی آوردم برات. ببین پشمک، شیرینی، عروسک. ببین شبیه خودته. ممنون بابا. یه چیزی میخواستم ازت بپرسم دخترم، نتونستم بپرسم. تو اومدی خونه من یه سند یا کاغذی چیزی ندیدی دخترم؟ چه جور کاغذی؟ روش نوشته داشت دخترم، تو پوشه اسناد بود. شب نگاه کردم دیدم. خلیل کجایی؟ منتظر شما؟ باشه اومدم. خب اینا چیه؟ شیرینی، پشمک. این دختر دلش درد میکنه. بیا دیگه زود باش. تو این سن این چیزا زیاده. بچه ها وقتی نمیتونن مشکلاتشون رو به زبون بیارن دوچار این درد میشه. خب این درد از کجا به وجود میاد؟ نمیدونم، اونشو شما بهتر میدین. یارن بچه تو داریه، مشکلی خواسته ای چیزی نداره؟ چه خواسته ای؟ چه مشکلی؟ خلیل بسه. من روبروشون خونه گرفتم آقای معلم. هر وقت بخوام میتونم بیان بمونن. امروز بیان، شب بیان، بیان بمونن اصلا. فکر کنم از هم جدا شدین، درسته؟ بله. فکر میکنم کمک گرفتن از مشاور مدرسه مفید باشه. معلومه که یارن یه چیزایی داره که میخواد به همون بگه. بهتره به حرفاش گوش کنیم. باید گوش کنیم، بله. ممنونم، روزتون بخیر. متشکرم، روز بخیر، ممنون. ببین، بذار من اینجا رو درست کنم. نمیشه، بودجم کمه، خودم حلش میکنم. با پول کم درستش میکنم. تو هم خیلی لجبازی ها. باشه، بازم همه چی همونی میشه که تو میخوای. ببین، اینجا آشپزخونه است. میزا رو کنار پنجره میچینیم. من واسه همه اینا آشنا دارم، ازشون تخفیف میگیرم. میگم چطور تو واسه خودت یه کاری پیدا کنی؟ گشتم، رزومم هم همه جا فرستادم، جواب ندادن. هفته یه دیگه هم بابام میاد. ببین نهیر، بابات صابخونه ماست. ما داریم اینو از آبجی ها مخفی میکنیم، نمیخوایم کارا به هم بریزن. چیزی به هم نمیریزه. ببین تو به من کمک کن، بذار بابامو بیارم. تو بگو دخترتون معمار اینجاست، منم در مورد خونه کمکتون میکنم، چطوره؟ باشه، گرم کن تنت میکنی. از بس فوتبال بازی کرده شماره پات بزرگ شده ولی صورتت عین ماه میمونه. یه لباس خوب بپوشی، یکم به خودت برسی، هزار برابر بهتر از اون کله پوکو پیدا میکنی دخترم. من کسی دیگه یا نمیخوام ماما. ای خدا، این دختر چرا حرف تو کلش نمیره؟ این پسر عقلش پاره سنگ برمیداره. اصلا هم اینجوری نیست. اگه تو نبودی از اتاق زیر شیروانی اومده بودیم بیرون. خواهر تو ببین، انگار دختر شاه پریونه. نگاه، همه چیز سر جاشه. منم قبلا همینجوری بودم. مامان تو اون رستوران به یه نفرم نگاه نکرده، گفت همشون داداشمن، دوستمن، هیچ کاری نکرد که بابا تو سرافکنده کنه. دروغ میگم دخترم؟ نه. خب از خواهرت یاد بگیر. ولی مامان جون. یه دقیقه جیلان، میخوای با این کله پوک بی دست و پا و به درد نخور بگردی؟ اصلا هم بی عرضه نیست مامان. عارفه، خیلی خوب باشه دخترم. باشه دیگه، خیلی خوب. خب اینجوری هم که نمیشه. میشه؟ ای فاش. جیلان، تو با خواهرت حرف بزن. تو عاقلی، بهش بگو چی میشه چی نمیشه. باشه دخترم، آفرین عزیزم، دختر عاقلم، آفرین. نه داداش، این دختر رو به من نمیده. آخه وضعمو نگاه کن، همش گرفتاری بار میارم.
ماهی راست میگم دیگه، دروغ میگم؟ اون دختر بیچاره هم به خاطر من گیر کرد تو اون اتاق. ای خدا من چیکار کنم؟ از کجا میخواستی بدونی داداش؟ باید میدونستم داداش، باید میدونستم. یعنی نباید با اون نقشای احمقانه سعی میکردم برم تو خونه. به همین راحتی دختره رو ازم گرفتن. عشق ما هم دیگه کلن بی سر انجام شد. صبر کن داداش، حالا زوده واسه این حرفا. آقا نمیتونم، خیلی دوستش دارم. خیلی خوب دیگه، خوبه. اگه دوستش داری نباید تسلیم بشی. تسلیم نمیشم. یعنی چی؟ همینه. خیلی خوب، این نشد، یه کار دیگه میکنی. آره داداش، یه کار دیگه میکنی، یه کار جدید. دقیقاً، دل خاله حسنه رو به دست میاری. آره داداش، دل خاله حسنه رو به دست میاریم. دیگه اصلاً ردم نمیکنه. یه کاری میکنم از عارفه هم بیشتر دوستم داشته باشه. حالا میبینی. همینه. همینه. انجامش میدیم. علی. مامان. شما دو تا چی دارید به هم دیگه میگی؟ آره چی؟ تو آشپزخونه کلی کار داریم. بیایید. بیایید. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتینمنت. ای دوست من، من از یارم پرسیدم ولی یادگار ولش نمی کنه. حس میزنم برگه دست پسرم باشه. الان اومدم دم مدرسهش، بیاد بیرون ازش میپرسم. اگه اون برداشته باشه به دست خودمون میرسه، نگران نباش. باشه؟ فعلا دوست من، فعلا داداش. بابا بزرگ بهایت دین. یونس پسرم. بابا بزرگ بهایت دین. طوفان زر چطوری پسرم؟ به حرف معلمت گوش کردی یا نه؟ آره گوش کرد. آفرین به نوه خودم. الان سوار ماشین میشین، اول شکلات چوبی، بعدش هم خونه. آخ جونم پسر قشنگم، بیا بریم، بیا بریم. ولش کنید. های آفرین به تو. برو بالا، برو بالا. آفرین. نکنید دیگه، نکنید. ولش کنید دیگه. نه آبجی، گیر داده به ماهه. اونم همش همه چیزو خراب میکنه، گن میزنه. درست میشه عارفه، بهش یکم زمان بده. چجوری درست میشه آبجی یادگار؟ مامانم خوبه، مهربونه، ولی وقتی یه نفر دوست داره هیچ کسو در حدش نمیبینه. به این راحتی از کسی خوشش نمیاد، مثلا از تایلانم خوشش نمیومد. تا این وقتی مدرسه میرفت از کلی دختر خوشش میومد. همشونم عین ماه بودن، باید میدیدیشون. خوب بودن، عاقل بودن، ولی اون به هیچ کدومشون نگاه هم نکرد. یارین چطوره؟ یاره؟ خوبه عارفه، خوبه. گفتن روحیشه. تو هم بذار یه شب بمونن دیگه، چی میشه مگه ها؟ ببین مریضم شد دیگه. نمیدونم عارفه، یه حس بدی دارم. حس میکنم اگه بذارم یه اتفاق بد میفته. بالاخره اونم باباشون آبجی، چیزی نمیشه که. آره آره، ولی این آدم این همه وقت یه زنگم نزد. الان اومده هی بچه هم میکنه. الان باید خوشحال باشم ولی همش دلشوره دارم. مادر بودن همین جوریه دیگه، همش باید دلشوره داشته باشی. مامانم همیشه اینو میگه. آبجی حسنا درست گفته. تو این عقد و برو یکم استراحت بکنی. ما روبروشونیم دیگه، اگه اتفاق بدی افتاد حمله میکنیم سمتشون، چیزی نمیشه، تو نگران نباش. بچه به چشم پدر و مادرش عزیزه هاچی. درسته همش گرم کن میپوشه، ولی آدم بهترینا رو واسه بچهش میخواد دیگه. آبجی هر جوری که خودت دوست داری، اصلا هر جوری باشه چه فرقی میکنه؟ آدم بعضی وقتها یه سری چیزها رو نمیبینه. ایشالا همون که دلت میخواد پیش بیاد آبجی. تو چت شده؟ ها؟
از صبح تا حالا همش میگی میخوام یه چیزی بگم، میخوام یه چیزی بگم. آب جی، ای نکنه این پسره باز برای دردسر درست کرده دختر. نه نه نه، همچین چیزی نیست. خاله حسنا فرفری، ای خدا بازم اون موشک تو دستشه. خوش اومدی پسر فرفری من. چطوری حسنا جا؟ چیزی که نشد ها؟ خدا رو شکر بهاءالدینم. باید از پسرمون خوب مراقبت کنی، زیر شیرمونی و انبار و اینام نداریم. دست درد نکنه بهاءالدین. من میرم زود برمیگردم، برای شبم شیرینی میگردم. ممنون داداش. خب دیگه تو فرزرد، خداحافظ. به سلامت. میبینم. به سلامت. یونس، پسرم، چی کار میکنی؟ بیا بگیر، بابا ببرو، برو برو. به خدا دلم واسه بچه تنگ شده بود، اومدم ببینمش داداش. من میرم اصلا. بودو بودو بودو، این عوضی نباید پاشو توی خونه بذاره. بهاءالدینم، این یک کاسه زیری نیم کاسشه، تا مشخصم نشده همه باید حواسشو جمع باشه. باشه باشه عزیزم، باشه. چشم ازش بر نمیداری اصلا. تو نگران نباش. آخه این کجا افتاده؟ جیوان حاضر شو بریم. باشه اینجا رو جمع و جور کنم. یا یادگار، یه خبر خوبم برات دارم. چی؟ راه درست کردن رستوران رو پیدا کردم. چه جوری؟ یه معمار هست، همونی که باش تصادف کردم، تو همون کوچه میشینه. کی هست؟ یه بند خدا دیگه، با پول کم درستش میکنه. چرا؟ اونم احتیاج داره، یعنی به پولش نه، به کار. بگذاریم ولش کن، داستانش درازه. اون رستورانو باز میکنیم، یادگار بازش میکنیم. بسه دیگه جیپان، یکی میبینه آخه. خب ببینه، همه چی درست میشه دیگه. پیداش کردی؟ چیو؟ همونی که از صبح دنبالش میگردی دیگه؟ نه نه، دنبال چیزی نمیگردم. باشه قبوله؟ باشه. بجام دیر میشه. خیلی خواب دارم میام. یونس بیا بشین اینجا پسرم. هاچیک چایی، قهوه، چیزی بیار. نه شما زحمت نکشید. یونس پسرم، بیا بریم تو اتاقت چایمونو بخوریم. باشه بیا اسباب بازیاتو بهم نشون بده. بیا پسرم، بیا عزیزم. نمیخواد، نشستید اینجا دیگه. آره قهوه شیرین دیگه. آره هاچیک، برو برو. یونس تو هنوز اون موشک رو ننداختی دور پسرم؟ چرا بندازمش دور؟ به بابات گفتی؟ چی آبجی؟ از خونه تو برش داشتی؟ چیو؟ کاغذ از تو کیفت برداشتم، ببین چه قشنگ پرواز میکنه. یونس چی کار میکنی پسرم؟ با موشکم بازی میکنم. ای بابا اون موشک نیست، واسه چیز دیگه پیدا نکردی باش بازی کنی پسرم؟ چیه مگه؟ کاغذ دیگه؟ کاغذ نیست آبجی، مدرکه، مدرک. آبجی اون موشک جریانی داره. آره بودو هرچی بودو. بلش کن ببینیم. آخه اون واسه چی دست بچه هست؟ نقشه های جدید دارم آفه. ماهه خوشبنده من، اول گوش کن ببین چی میگم. مگه میشه همین اول راه تسلیم بشین؟ نه نمیشه. ولی خیلی خوب، پس بهم اعتماد کن، این دفعه درستش میکنم. شب تو ساحل همدیگر رو میبینیم. به مامان چی بگی؟ اونو من درستش میکنم. باشه ولی جای خیلی تو چشمی نباشه خالی. به یه همینطوریش هم حواسش به من هست. نگران نباش، قرار میذاریم هم در مورد شما هم در مورد ما حرف میزنیم. علی جان مامانم حتی به ماهرم گیر داد.
گفت اگه باباتون ببینی چی؟ حالا فکر کن اگه ماجرای ما هم بخواد بفهمه که دیگه هیچی. خیلی خوب دیگه جیلا، نگران نباش، شب حرف میزنی. جیلا تو هم یه کاری بکن دیگه دخترم، چرا همون جوری وایستدی؟ باشه خاله بهی. تو ولش کن جیلا، من خود میکنم. خلیل دیوونه شدی پسرم؟ مامان حسنا، میگم این مدرک رو لازم واسه دارم. واسه چی؟ ای بابا، آدم همه چی رو نمیگه که. آجی اومدم آبجی. وایسا ببینم آبجی هاتچیک، تو ولش کن من برش میدارم. نه 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 داداش، خونه ما از خودمون برش میداریم. ای خدا، این دیگه چه خونه ی آدم دیوونه میشه اینجا. راست هاتچیک راست. خلیل تو هم خونه تو فقط واسه دو ماه گرفتی؟ آره آره. چرا؟ میخوام ببینم خونه خوبی هست یا نه، بعد تصمیم بگیرم. راست تا چیک راست دخترم. دختر برمیگردی انته؟ با من حسنا، یه دقیقه ساکت شو، فقط یه دقیقه. چپ ها چیک چپ. باشه باشه. یکم دیگه بجون دختر. ولش کن من برش. یکم چپ چپ. گرفتم شاب چیک. برگه منه. خیر باشه باب اسفنجی، چه خبره؟ بابام داره سعی میکنه موشکم رو نجات بده. چه موشکی؟ ولش کن آبجی آتشیک. نه داداش تو ولش کن، برگه خودمه. چه برگه یه خلیل؟ خدیجه جان ها. پسرم دارم میام بگیرش. نظر بگیره آبجی. آبجی این برگ مال منه داداش، آینده بچه هامه. به تو نه نده نده بده داداش، بازد درد سر میشه. ببین من برای خانوادم خیلی احترام قائلم خدیجه جان. بفرمایید داداشم بیا. ای خدا چی کار کردی به تو؟ آخه خدیجه جان یه برگست دیگه، شما مین بچه ها افتادید دنبال این یه تیکه کاغذ. ممنون داداش. یاد نزن بابا. من میرم خونه پسرم، ولی میام. بیا بابی، بیا عزیزم. آش چی؟ میبینی؟ میبینی؟ به یونس گفتی ماما؟ باشه دخترم میگم دیگه، صبر کن. شاهزاده خانم خیلی خوشحال شدی؟ آره آره داداش جیوان، ما واسه اون موشک با آبجی باردارم رفتیم بالای میز، اون وقت تو با دستای خودت دادیش به یارو. طرف هی داد میزد اون برگه مال من، قرص قمرم، من چه میدونستم؟ آره برگست، خدا میدونه توش چی نوشته بود. اون همه به بهاءالدینم قول دادم. من نفهمیدم بهاءجون چرا این مردو دوست نداره. من خودم خیلی ازش خوشم اومده، خیلی، اصلا کلی به دلم نشسته. من آدم شناسم مامان استاد جون، اشتباه نمی کنم. آدم شناسی به تو؟ چرا راست میگم جیوانم. آبجی جون چطوری تو؟ بد نیستم. خدا بد نده، تو اتاق زیر شیروانی موندی؟ آره خیلی چیزا به سرمون اومد. خیر باشه آبجی، چی شده؟ چیزی نشده، بعدن حرف میزنیم. مامان پسرم، یونس جان پسرم، عزیزم، ما با خواهرت حرف زدیم، امشب میتونین خونه باباتون بمونین. یادگار؟ آبجی، یارن خیلی دلش میخواد بمونه، شما هم اینجا این دیگه، اگه قبول کنید. آره ما اینجا این. ممنون خاله حسنه.
میتونیم بابیو هم بغل کنیم؟ ای بابا اینم گیر داده به بابی. بچه ها اگه مشکلی پیش اومد برگردین خونه، خاله حسنتون اینجاست. تو نگران نباش. ممنون ماما، خیلی ممنونی. دوست من، برگر رو پیدا کردم، نقشمون ادامه داره. فعلا فعلا. ای خدا، بیا تو ببینمت. پایین شلوغه؟ شلوغه، خیلی مهمون اومده، اما بازم تو از همه خوشگلتر. تو حاضری دیگه؟ اینقدر منتظر موندم خسته شدم یادت. باشه حاضرم حاضرم. چیزی کم و کس نداری؟ کم و کسری ندارم، ندارم، ولی چی؟ جیوان من یه کاری کردم. میدونم. ببین، نمیدونم کجا انداختمش، از صبح همه جا رو گشتم، هیچ جا نیست. اگه دست آبجی حسنا افتاده باشه؟ نه نمیافته، نگران نباش. من نفهمیدم کجا انداختمش، همش گردنم بود. جیوان تو از کجا اینو میدونی؟ نکنه افتاده دست آبجی حسنا؟ نه نیافتاده. ولی از این به بعد باید مراقب. ای بابا جیوان، چرا نگفتی؟ خیلی ترسیدم. تو چرا نگفتی؟ نمیدونم، فکر کردم عصبانی میشی، فکر میکنی حواسم نبوده. بیا ببینم، بیا. اوف ترسیدم. یادگار قول دادی که همیشه این انگشتر رو رو قلبت بذاری، باشه؟ باشه، قول میدم. بریم. کیفم. عارفه نمیخواید بیاید؟ میای ماهر، میای. سفرمون حاضره. منتظریم. خوشخندیم. زود باش. باش اومدی. آبجی بیا جیلان جون، بیا. ده بیا دیگه بهیه، غذا سرد شدن. آخه وقت شام بیرون چی کار داره؟ گفت با ماهر یه چیزی میخوریم دیگه. بلش کن دیگه، بزرگ شده. بچه خودم، خجالت نمی کشه منو گول میزنه؟ بهیه من پته اینا رو میریزم رو آب جمال، هم به اون حسنا هم به اون بهایدین میگم که دختر عزیز زردونشون چجوری پسرمو خونه خراب کرده. به همین راحتی نمیتونه این کارو بکنه. بشین دیگه بشین. چی شد؟ چی، گاهی کمرم درد میگیره. خیلی خوب، بعدش هم میریم پیاده روی. پیاده روی خوبش میکنه. خیلی خوب بچه ها، غذا چی بخوریم؟ چی داریم بابا؟ هر چی بخواید. من 5 تا پیراشکی میخوام بابا. پیراشکی؟ منم سوپ بلغور. ماکارونی بخوریم؟ ولی بابا گفتی هر چی که بخوای. باشه پسرم، ولی مگه اینجا رستورانه؟ اصلا بیاید کباب سفارش بدیم. من کباب دوست ندارم. پیراشکی بخوریم. دخترم، پسرم، از غذای خونگی خسته نشدید؟ ببینید، کباب هست، نون پنیری هست، همبرگر. همبرگر خوبه. همینه. ولی مامانم اجازه نمیده. پسرم، کی میخواد به مامانت بگه؟
بین خودمون میمونه. از این به بعد هر وقت بیاید خونه من هر چقدر بخواید میتونید همبرگر بخورید. اصلا بیاید سفارش بدید. اصلا دارم نگاه میکنم ببینم بچه ها راحتن یا نه. فرفری 3 ساعت از پای تلویزیون بلند نشده، نه غذا خورده نه چیز دیگه. ما اینجاییم دیگه عزیزم، فردا هر دوشون برمیگردن. امشب هم یکم خب برخور. آره نوه های رفیقن، نمیخوام یه مو از سرشون کم بشه. نمیشه، تا وقتی من زندم هیچ کس نمیتونه این بچه ها رو از دارم.